انواع حالت های نمایش در پنجره اصلی مین ویندو و پنجره دوم سکند ویندو آیکن های حالت های نمایش در سمت چپ تولبار یا جعبه ابزار نرم افزار ادوبی لایت روم قرار داره این تولبار نرم افزاره و در سمت چپ پنج آیکون از پنج حالت نمایش در پنجره اصلی یا سکندری دیسپلی قرار داره بر روی منوی ویو کلیک میکنیم ملاحظه میکنید که انواع حالت های نمایش رو برای ما مشخص کرده در حالت گرید حالتی که پیش فرض نرم افزاره این قسمت ها رو ملاحظه کنید این گرید های افقی یا عمودی که در مابین گرید ها سلول هایی وجود داره که درون اون سلول ها عکس های این شده رو ملاحظه می کنید الان در این قسمت در این نایی از گرید 9 عکس وجود داره به هر کدوم از این قسمت ها سلول گفته میشه این سلول شماره 35 این هم سلول شماره 34 سلول شماره 33 سلول شماره 39 برای اینکه به حالت گرید برسیم میبایست از کلید حرف G استفاده کنیم حالت لوپ کلید حرف ای هست حالت کامپیر برای مقایسه کلید حرف C سروه در وضعیت برداشت کلید حرف N و برای اینکه در نمای پیپل قرار بگیریم کلید حرف O رو میفشاریم بر روی این عکس عکس 39 کلیک چپ میکنیم در حالت نمایش گرید ویو هستیم برای اینکه در وضعیت نمایش لوپ ویو قرار بگیریم برای اون کلیک میکنیم اومد این تصویر رو به دین حالت برای ما مشخص کرد در سمت راست با انتخاب حالت های نمایش این وضعیت ها تغییر میکنه ملاحظه کنید اگر در گرید ویو قرار بگیریم این آیکون ها در وضعیت تغییر هستند با توجه به نوع حالت نمایش انتخابی برای روی لوب قرار میگیریم بر روی حالت کامپر ملاحظه میکنید که اینجا کامپر رو داره و یک لغزنده زوم میتونیم مقایسه رو انجام بدیم این عکس انتخابیه برای این عکس کلیک کردم کلید پیکان از سمت راست رو می فشاریم ملاحظه کنید که در پنجره مقایسه داره تغییر میکنه با استفاده از کلید اروکی لفت یا پیکان چپ میتونیم به عکس اولیه‌مون برگردیم در این قسمت سویپ رو ملاحظه میکنید عکس مربوط به انتخابی و عکس مقایسه رو جابجا جا میکنه. میک سلکت رو اینجا ملاحظه میکنید و با استفاده از سلکت نکست فوتو میتونیم بر روی عکس بعدی در پنجره مقایسه و این قسمت هم سلکت پریوس فوتو رو میبینید که به عقب برمیگردونه. بر روی آیکون سرویویو حالت نمایش برداشت قرار میگیریم و این هم حالت نمایش پیپل هست. که میتونیم اون رو انتخاب کنیم برای اینکه به حالت گرید ویو برگردیم کلید حرف G از صف کلید رو میفشاریم کلید حرف G یک کلید بسیار پرکاربرد در نرم افزار لایت رومه در وضعیتی که در نمای گرید قرار داریم میتونیم تام نیلز رو در این قسمت تغییر بدیم که در درس بعد به این آموزش میپردازم